اعدام جوانان در وحشت از آتش قیام. چرا خامنه ای دو فرزند دلاور مردم ایران را در سحرگاه سوم بهمن همزمان به دار آویخت؟ شهید محمد قبادلو 23 ساله به خاطر به هلاکت رساندن یک مأمور سرکوبگر یگان ویژه و مجروح کردن 5 مأمور دیگر و شهید فرهاد سلیمی زندانی سیاسی اهل سنت به جرم مجازات امام جماعت اهل سنت خامنه ای در مهاباد پس از 14 سال در حالی که در اعتصاب قضا بود در زندان قزل‌حصار اعدام شدند. شهید محمد قبادلو که مزدور سرکوبگر را در جریان قیام سال گذشته با خود را اجدیر گرفته و به هلاکت رسانده بود صراحتا اعلام کرده بود که اگر 10 مأمور دیگر هم همین الان بیایند آنها را زیر خواهد گرفت. این شهید قهرمان در مسیر انتقال به محل وقوع عمل خود برای بازسازی صحنه در ماشین اعلام می کند که اصلا پشیمان نیستم و اگر باز هم برگردم این کار را تکرار می کنم. اتهام فرهاد و یارانش کیفر دادن امام جماعت خامنه ای در مسجد خلفای راشدین در مهاباد در اثنای قیام در روز دانشجو در 16 آذر 1388 بود. رژیم در وحشت از تاثیرگذاری این شهید قبل از اعدام وی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد، طوری که از ناحیه بینی دچار شکستگی شده بود. این شهید قبل از اجرای حکم خواهان ملاقات با فرزندانش بود ولی مانع از آخرین ملاقات وی با اعضای خانواده اش شدند. به واقع این خونریزی های بی حساب نشان دهنده چیست؟ جز وحشت خامنه ای از انفجار خشم خلق و تلاش بیهوده برای مقابله با قیام است. اما شهادت جوانان رشید این میهن آتش قیام و مقاومت را شعله برتر می کند. این واقعیت سرسخت جامعه امروز ایران را می توان در حضور گسترده مردم سقز در مراسم فرهاد شهید دید. می توان در تنین شعارهای مردم در محلات مختلف تهران و سایر شهرها دید. بهمن 1402 مرگ بر خامنه ای! هر کس بردازی این که رفت اقدام بکنه مشکلات حل میشه. ملت رو ببینی تماشا برم عیبی نداره، برم برم این کار میکنم که تماشا بزن تماشا خامنه ای! نه می توان در آتش فروزان جوانان شورشی که ساعتی پس از انتشار خبر اعدام برافروختند دید که قضاییه جلادان را به آتش می کشند.